بینندگان عزیز، برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک مطالعه جدید افزایش خطر سکته مغزی را در افرادی که در دراز مدت از احساس تنهایی رنج می برند گزارش کرده است. شرکت کنندگان این مطالعه که در دو مصاحبه با فاصله 4 سال شرکت کرده و احساس تنهایی می کردند، 56% بیشتر در معرض خطر سکته مغزی قرار داشتند. جین مورگان، متخصص قلب، در این باره می گوید علاوه بر رفتارهای خود آزاری مانند کاهش فعالیت بدنی، پرخوری، مصرف زیاد غذاهای فراوردی شده، افزایش مصرف الکل، افزایش مصرف سیگار و یا مواد مخدر، کاهش همکاری با پزشک در راستای مصرف داروهای تجویز شده و بهداشت ضعیف خواب، همگی ممکن است به نوعی تأثیر گذار باشند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید که تقریباً 3 سال پس از تسلط طالبان، 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. اوچا روز چهارشنبه 20 تیر با انتشار گزارشی گفته است که از این میان دست کم 9 میلیون و 200 هزار نفر از کودکان هستند.